درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان خاصه محضر شما مشتقان آگاهی و دانایی در برنامه شمگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین برنامه امشب پنجشنبه شنبه 29 آذر ماه ایرانی رو همچون بیشین شبها در طول هفته با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب میگشاییم نگرانی های علنی و ایان و نهان برخی از فقهای های نشین آیت های حکومتی قوم از به هاشی رانده شدنشان توسط بخش های دیگر قدرت همزمان با اعلام سریح مرزبندی اصلاح طلبان با دولت روحانی و اظهار خوشنودی گروه های تون رو محافظه کران و اصولگرایان از این اختلاف در اردوگاه بخش دیگر حکومت ماجراهای مجمع تشخیص مسلحت نظام در ایران و موجی از دغرقه ها از افسایش قدرت این نهاد شبه قانونگذار تحت امر رهبری ایران ادامه واکنش ها و حجم جنجالها ها حول حمایت مجلسیان از نماینده ای فحاش و دشنامگوی و انتقاد گسترده از این حمایت یک سویه مجلسی بازداشت بیش از چهل کارگر معترض در اهواز به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل درخواست دست مزدهای معوقهشان و بالاخره در حوزه منطقه ای سفر یک روزه حسن روحانی رئیس جمهور ایران به آنکارا در ترکیه سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 29 آذر ماه ایرانی برابر با 20 دسامبر 2018 میلادی است که در کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در آقا صفحه یک رو با تازه ترین چالش در اردوگاه اصولگرایان میگوشیم که در یک فرایند حذف و نفی فقیهانه در واقع منازعات نوظهورشان وارد چرخه تازه ای از ستیز و گریز شده است جایی که برای به کشانی روحانیان سنتی حوزه علمی توسط نظریه پردازان جوانتر جناه راست انتقاد برخی از روحانیون بلند پایه حکومتی به سخنان آقای رحیمپور از در نماز جمعه تهران در پیداشت. در این میان روزنامه اعتماد در مطلبی به عنوان همه راهها به قوم ختم می شود انتقاد ناصر مکارم شیرزی از روحانیون حکومتی بلند پایه حوزه علمیه به سخنان آقای حسن رحیمپور از قدی از نظری پردازان جناه مصوم به اصولگرایان رو پوشش داد و منتشر کرد ناصر مکارم شیرازی با انتقاد از سخنرانی آقای ازغدی در نماز جمعه تهران ایشان رو دروغگو خواند و حتی ابراز تعجب کرد که چرا نماز جمعه به پایگاهی علیه حوزه علمیه تبدیل شده همچنین آقای محمد قروی از دیگر روحانیون وابسته به جناح محافظه کاران ضمن انتقاد از سخنرانی آقای ازغدی عنوان کرد که آقای ازغدی بیش از آنچه به او مربوط هست صحبت می کنند. او بایستی حد و منزلت خود را بداند و متوجه موقعیتی که در آن قرار دارد باشد بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که آقای رحیم پور ازغدی در بخشی از سخنان خود در نماز جمعه تهران با انتقاد از کلیت حوزه ها عنوان کرده بود که چهل سال از انقلاب میگذرد شما که نباید حرف های چهل سال پیش رو به ما تحویل دهید چهل سال قبل همین بهانه ها رو می آوردید البته خب خود این شخصیت که از جناح های تونرو و اصولگرا هست حالا بیشتر بر سر اختلاف دیدگاه به لحاظ فرقه ای دچار بحران شدن اما در عین حال بودن روزنامه های دسترسی رادیکالی که خب از رحم پور از قدی هم حمایت کردند از جمله آنها روزنامه سیاست روز هست که با انتشار مطلبی به عنوان انتظاری که جامعه از روحانیت دارد عملا در این سفارایی های ستیزالود به حمایت از آقای ازغدی این چهره محافظ کار نوزهور پرداخته بود سیاست روز در مطلب خود اشاره داشت که هرچند که شاید بهتر بود این نقدها در درون صورت گیرد و علنی نباشد اما انتظار افکار عمومی از افرادی که لباس روحانیت بر تن دارند و در حوزه درس می‌خوانند این است که از نقدها عصبانی نشوند و به جای صحبت درباره محدودیت سخنرانی یک نقاد که برخلاف روح قانون اساسی و اخلاقیات در کشور است به سوالاتی که منتقد از آنها پرسیده پاسخ دهند البته نیک مستحضر شما بینندگان عزیز که در واقع خیلی واضح هست که نه دستن در روزنامه سیاست روز نگران قانون اساسی و اخلاقیات هستند و نه روحانیون بالانشین از سر دفاع از دین یقدرانی می کنند چرا که عملکرد کرده روزنامه سیاست روز در گذشته خوب نشان داده که در مقابل منافع جناحی و حکومت نه اخلاقیات خیلی برایشان مهم است و نه قانون اساسی اصلا محلی از اعراب دارد. از سوی دیگر آیت الله های حکومتی قوم هم که خوب تا کنون از سلطه اسلام سیاسی بهره ها برده اند و نف ها خورده اند و همچنان هم از این خان متنعم می شوند شاید مدام نگران هستند که توسط رقبا کنار زده شوند بدین روی چنین مطالبی رو بیان می‌کنند و شاید حراس از آن دارند که از مواهب سفره انقلاب محروم نشوند از حوزه علمیه و دعوا بر سر صحم بیشتر از انقلاب به جدال‌های بیامان مجلسی نگاهی میاندازیم که در آنجا هم چالش بر سر قدرت رو به افزایش است جایی که هیئتی که به فرمان خامنه‌ای در درون مجمع تشخیص تشکیل شده عملا به دنبال مهار و کم کردن اثرگذاری مصوبات و لوایح مجلسیان است در همین زمینه روزنامه همدلی با انتشار گزارشی تحت عنوان سنا در سایه به موضوع مخالفت آقای علی متحری با نقش محسن رضایی برای تبدیل مجمع تشخیص مسلحت نظام به یک مجلس سنا پرداخته بود روزمه همدلی در بخشی از گزارش خود اشاره داشت که علی مطهری نوک پیکان انتقاد رو به سمت محسن رضایی همان دبیر مجمع تشخیص مسلحت نشانه رفته و میگوید ایشان در قیاب هاشمی شاهرودی بیمار عملا میخواهد نوعی مجلس سنا بسازد تا بتواند در قانون گذاری ها دخالت کند یعنی عملا خواب مجلس سنا رو برای این نهاد دیدند ولی این خواب بدون تغییر قانون اساسی تعبیر نمی شود در ادامه همین گزارش از روزنامه همدلی می که آقای علی اکبر گرجی استاد حقوق اساسی دانشگاه به همدلی گفته بود که مجلس سنا در نظامهای پارلمانی دقیقا مجلسی شبیه به مجلس دیگر است یعنی عنصر اساسی موجود در این مجلس مسئله انتخاب است و مجمع تشخیص مسلحت نظام اساسا جنبه انتخابی ندارد گفتنی که برخی از ناظران عرصه سیاست معتقدند که آقای محسن رضایی اگرچه نتوانست در زمینهٔ انتخابات ریاست جمهوری موفق شود اما گویا تلاش دارد با افزایش قدرت نفوذ در مجمع تشخیص مسلحت نظام فرصت فعلی رو به نحوی پله ترقی سیاسی خود بسازد از بلند پروازی های فرمانده سپاه مجمع نشین برای سیطره بر مجلسیان به پارلمان پرتنش پای تخت نگاهی می که به دلیل عملکرد خطایش در حمایت از نمایندهی که به کارمندان گمرک فهاشی کرده بود از همه سو مورد انتقاد است در این میان روزنامه جوان تریبون چاپی نظامیان سپاه که عموما منتقد به جهدگیری های سیاسی اکثریت مجلس هست و از اقلیت محافظهکاران تند رو حمایت می کند. از فرصت پیش آمده تا حدود استفاده کرده و در مطلبی به عنوان مجلس در رأس هاشیه عبارت تاریخی آقای خمینی مبنی بر مجلس در رأس امور هست رو به چالش میکشید و به نحوی به مجلس تمسخر میکرد و حمله داشت این روزنامه در همین مطلب با ذکر اینکه رفتار نماینده سراوان خطا بوده به تشکیل جلسه غیر علنی برای این موضوع هم اعتراض کرد و اشاره داشت که تشکیل جلسه غیرعلنی آن هم نه برای توبیخ نماینده خطا کار بلکه برای حمایت از وی افکار عمومی رو برانگیخته تر کرد جوان در ادامه با اشاره به انتشار فیلم دیگری این بار از جلسه غیر علنی مجلس که در آن لاریجانی خواهان برخورد وزیر اقتصاد با کسی است که فیلم مشاجره نماینده سراوان در اداره گمرک رو پخش کرده با حمله نرم به علی لاریجانی نوشت حالا ماجرا کمی هم مزهک شده و مجلس مجدد جلسه غیرعلنی تشکیل میدهد که چطور یک نماینده مجلس از جلسه غیرعلنی روز قبل مجلس فیلم گرفته و پخش کرد و اداره حراست مجلس معمور رسیدگی و بررسی موضوع میشه از سوی دیگر روزنامه آرمان هم با انتشار یادداشتی به عنوان در مجلس شورای اسلامی چه میگذرد از حمایت نمایندگان نسبت به همکار فحاش خود انتقاد کرده بود نعمت احمدی حقوقدان نام ایرانی مقیم ایران نویسنده این مقاله از جمله اشاره میکرد که رفتار نماینده سرابان یک طرف ماجرا و واکنش نمایندگان مجلس آن روی دیگر سکه هست که حداقل چهل نفر از نمایندگان مجلس در نوشته این مکتوب رفتار نماینده سراوان رو بی عیب و ایراد دانستند و انتخاب و انتصاب وزیر اقتصاد را مسئله دار می روزنامه آرمان در بخش دیگری از همین مقاله ضمن انتقاد از نظارت استثوابی شورای نگهبان که سبب می شود چون این نمایندگانی به مجلس راه یابند اشاره داشت عمر این مجلس رو به پایان است و مردم دوباره بایستی پای صندوقهای ری بروند آقای نعمت احمدی میپرسید آیا دوباره مردم چنین نمایندگانی رو انتخاب خواهند کرد انتخابی که از سر ناچاری و از بین تعداد محدود و معدود و تایید صلاحیت شده پیشینی از سوی شورای نگهبان صورت میگیرد البته هم نتیجه همین خواهد شد صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب در برنامه امشب پنج شنبه شکاف و شقاق و افزایش اختلافات و مرزبندی ها میان اصلاح طلبان حامی اصلی روحانی این شکاف ها با شخص ایشان وارد فاز تازه ای از فراق و اختلاف شده این منازعات نوظهور پس از اظهار نظرهای برخی از چهره های اصلاح طلب در خصوص عدول روحانی از شعارها و وعده هایش افزایش یافت در روزنامه کیهان که با عنوان اصلی ترین روزنامه جناه راست شناخته می شود خرسند از این اختلاف ها در مطلبی به عنوان اصلاح طلبان پشت دولت را خالی کردند همه افتخارات دولت مال خودتان اصلاح طلبان رو شریک ناکامی های دولت دانست کیهان بزرگترین مؤسسه مطبوعاتی تحت امر آقای خامنه ای سپس با اشاره به سخنان آقای واعزی در مورد واعزی همون رئیس دفتر آقای روحانی در مورد اعتلاف نکردن با هیچ گروهی در انتخابات توییت محمد علی ابتهی را منتشر کرد که مدعی شد آقای واعزی گفته ما با هیچ گروهی اعتلاف نکردیم نه در سال 92 و نه در سال 96 یعنی رأی مال خود آقای روحانی بوده و نه به خاطر حمایت اصلاح طلبان به نمک نشناسی کاری ندارم ولی قربان دهنت آقای واعزی اصلا همه رای مال خود آقای روحانی بوده همه افتخارات دولت و رئیسش هم مال خودتان که تنهی به قایت سخت بود از سوی گروه های پیش روی اصلاح طلبان به گروه های مسلم به میان رو یا اعتدالیون الان حال بایستی اشاره کنم که این کلام کنایه آلود آقای ابتهی مبنی بر اینکه همه افتخارات دولت و رئیسش حمال خودتان عملا ترجمان عمل کرده غیر قابل دفاع دولت برآمد از اصلاحات هست که خب اکنون کسی گویی یا حاضر نیست مسئولیت آن رو بر عهده بگیرد تا جایی که روزنامه کیهان در بخشی از این نیش نگاشت خود اشاره میکند که اصلاح طلبان اما در شرایطی تلاش میکنند که حساب خود رو از دولت روحانی جدا کنند و دولت برآمده از خود رو با افتخاراتش تنها بگذارند که مردم دولت روحانی رو دولت اصلاح طلبان می دانند و تیر لیدرهای اصلاحات جملگی به سنگ می خورد چرا که بخش اعظمی از فعالین اصلاح طلب نیز از آن دارند که عمل کرده دولت روحانی به پای اصلاح طلبان نوشته می شود در ادامه برنامه از زمین منازعات و بازیهای جناهای حکومتی بر سر قدرت به موضوع کارگران خوزستان می پردازیم که کماکان خسته اند و در رنج چهل و یک نفر از آنها به دلیل اعتراض به دریافت نکردن چندین ماه حقوق و دست مزد خودگویی یا شبانه بازداشت شدهاند. تا جایی که صدای روزنامه کاروکارگر و همینطور آقای محجوب در این بازداشت های خود سرانه و دست جمعی درآمد. در این میان روزنامه کار و کارگر در مطلبی به عنوان معترضان فولاد اهواز بدون هیچ دلیلی بازداشت شدند عنوان می کرد که اتهام این کارگران فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است روزنامه کار و کارگر که خب آگاه هستی توسط خانه کارگر تهران منتشر می شود و به نوعی اصولا بناست که از حقوق کارگران حمایت کند در بخشی از مطلب خود اشاره داشت که مدیرعامل بانک ملی که مالک فعلی فولاد اهواز هست عنوان کرد که برخی عوامل بیرونی کارگران فولاد اهواز رو تحریک می کنند چرا که دشمنان جمهوری اسلامی ایران بر این باور بودند که بعد از تحریم ها مردم با نارضایتی به خیابان ها می آیند که این پروژه آنها عملی نشد و حالا سعی می کنند از طریق تحریک کارگران کار خود رو پیش ببرند این رو مدیر عامل فعلی بانک ملی می گوید که گویا همزمان مدیر همین فولاد اهواز هم هست خب در راستای منافع خود چنین گفته است الو حال این روزنامه در بخش از مطلب خود اشاره داشت که آقای علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اعتراض کارگران با گیری سیاسی همراه نبوده است اما آنها از دو روز پیش در بازداشت به سر میبرند و این بازداشت نقض قانون اساسی است و باید مجلس با رسیدگی به این موضوع شرایط آزادی این کارگران که بی هیچ دلیلی بازداشت شده اند رو فراهم کنند این نماینده مجلس به گونه صحبت می کند که انگار بررسی ها برای نقض حقوق بشر در ایران به مسابقه پاریس و سوئیس هست واقعا آدم تعجب میکنه الان یه حال بایستی اشاره کنم که در هفته جاری چهل و یک نفر از کارگران معترض گروه صنعتی فولاد اهواز شبانه و با حمله نیروهای امنیتی به منازلشان بازداشت شده بودند و گزارش هایی تازه انتشار حکایت از آن دارد که با ادامه این روند بازداشت ها در احواز حتی شماری از کارگران معترض برای آنکه بازداشت نشوند گوی یا شب رو در خیابانها سپری می کنند و در خیابانها پرسه می زنند. نیاز به توضیح بیشتر نیست که جمهوری اسلامی اعتراضات گسترده رو همواره فتنه می طراحی شده از سوی دستگاه های امنیتی خارجی می داند. و به دفعات دیدیم و شنیدیم که در اظهارات مقامات مسئول ایرانی حتی شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران هم چندی پیش اعلام کرده بود که دشمنان برای ایجاد آشوب در ایران نقشه کشیده بودند که ناکام ماندند و البته شاید به زن آقای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای سال 98 هم نقشه داشته باشند گذرواژه ها و کد هایی که این امکان رو برای مردان امنیتی فراهم می کند تا با هر طبقه از اجتماع در هر مقطعی و تحت هر عنوانی اراده کنند برخورد امنیتی داشته باشند چنانکه کارگران رو شبانه رو بودند و بازداشته خود کردند خبرها و نظرها رو با تازه های از حوزه رویدادهای منطقه ای دنبال می کنیم که سفر ناگهانی و یک روزه حسن روحانی به ترکیه با وسی وسیعی در عرصه دیپلماسی خارجی و همینطور منطقه ای و مطبوعات منطقه داشت همان گونه که آگاهی یافتید شب گذشته آقای حسن روحانی به آنکارا پایتخت نیم آرام ترکیه سفر کرد و این سفر از نزدیکی بیشتر این دو کشور بعد از یک دوره تنش‌های حاشیه‌ای خبر می‌دهد. در همین رابطه روزنامه اقتصاد ملی در مطلبی به عنوان موازه قاطع اردوغان به نقل از حسن روحانی مینوشت نوشت موازه ترکیه و شخص آقای اردوغان در ماه اخیر در برابر توطعه تحریم آمریکا علیه ایران خوب و قاطع بوده است دیدار دو جنبه حضور در پنجمین جلسه شورای عالی راهبردی ایران و ترکیه به ریاست رؤسای جمهوری دو کشور و همینطور بررسی راه های تقویت روزافزون همکاری یا همکاری ها در روابط تهران آنکارا در بخش های مختلف و امضای اسناد مهم در حوزه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی از مهمترین بردم های سفر دو روزه روحانی به ترکیه است. و یستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که ایده تشکیل شورای عالی روابط راهبردی دو کشور ایران و ترکیه نتیجه اولین سفر آقای روحانی به ترکیه در دولت یازدهم بود و بر اساس آن رؤسای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه روابط سی میلیارد دلاری رو هدف گذاری کرده بودند همه این کرد و کارها و فعل و انفعالات در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای نشان می‌دهد به نظر می‌آید که با کمی افزایش تنش میان امریکا و عربستان با ترکیه باعث شد که آنکارا خوب تمایل بیشتری برای نزدیک شدن به ایران و جمهوری اسلامی ایران و مردان جمهوری اسلامی به خودش نشان دهد نوعی زاویه گیری حساب شده منطقه ای اردوغانی است از به بنده حال که در حوزه منطقه هستم به سوریه نیز سری کوتاه میزنیم که دستور ترامپ برای خروج سربازان آمریکا از سوریه در برخی از روزنامه های چاپ تهران با به وسیعی یافت تحلیل ها روی موضوع خوب خیلی بسیار جالب بود از جمله اینکه روزنامه ایران ارگان دولت همون گونه که میبینید عنوان اصلی صفحه یک خود رو با تیتر خروج آمریکا از سوریه به همین موضوع اختصاص داد و این دستور ترامپ رو حتی نتیجه دیپلماسی ایران و ترکیه و سوریه دانسته است علای حال روزنامه راست افراتی قدس هم در مطلبی به عنوان عقب نشینی کامل نیروهای نظامی آمریکا از سوریه این اقدام آمریکا رو تا حدودی با تعنه و با لسان و لفظی نامتعارف و, و غیر رسانه‌ای به فرار کابوها از سر میز شام خواند که همان کنایه بود از خروج آمریکا از سرزمین شامات اشاره کنم که این تصمیم در شرایط اتخاذ شده که آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیشتر تهدید کرد که قصد حمله به نیروهای کرد هم پیمان آمریکا در سوریه رو دارد و خب همین نکته و این همزمانی ها گمانه ها و گزاره های سیاسی بیشماری رو در محافل سیاست برانگیخته است حتی عمر اوسا عضو پارلمان و رئیس طرح ملی کردهای سوری گفت تهدیدهای ترک تهدیدهای ترکیه برای عملیات در شرق فرات با چراغ سبز آمریکا انجام می شود. ایشان گفت که آمریکا در واقع کردها رو به ترکیه فروخته است. گلایه هایی که در حوزه سیاست های محفلی و لایعی و ازن کشورهای غربی پدیدار می شود. و در وقت باقی مانده به لحظات زرین و پرانتظار آین ایرانیان شب یلدای ایران نیز نگاهی میاندازیم که این آین کهن به شکل و شمائل و با زاویه های تازه مورد تحلیل برخی از مطبوعات تهران قرار گرفت هرچند صدر نگاشته ها و تحلیل ها حول افزایش قیمت های شب یلدا بود محصولات شب یلدا روزنامههایی با انتشار تصاویری از نمادهای این مراسم و با انتشار مطالبی مرتبط با این شب به استقبال یلدا رفته بودند اما برخی دیگر از روزنامه ها نیز به کوچکتر شدن سفره یلدا به دلیل گرانی های شدید خبر میدادند در این میان روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان صورت حساب یلدای 97 به تغییرات قیمتی سبد شب چله میپرداخت دنیای اقتصاد در این گزارش اشاره داشت بر اساس داده های خورده فروشی بانک مرکزی و همینطور اطلاعات میدانی گذراندن طولانی ترین شب سال 97 نسبت به سال پیش دو برابر گرانتر تمام می شود در این میان روزنامه های دسترستی اصولا از این موضع اقتصاد خب سعی کردن به دولت بزنند حمله کنند و میبینیم روزنامه وطن امروز هم در مطلبی به عنوان یلدای گرانی عملا ادامه گرانی ها رو به یلدای طولانی سال تشبیه کرده بود حتی روزنامه رسالت خب آگاه هستید روزنامه است که در واقع منتصب به گروه های معتلف و جناح بازار هست با انتشار گزارشی به عنوان یلدای باستانی جیب های زمستانی از یلدای سرد بخش کم درآمد جامعه ایرانی که این روزها هم کم نیستند خبر میداد. و با این مطلب یلدایی وقتی برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد تا شامگاه فردا در ایران فردا بامداد روشن عمرتان به بلندای یلدا باد بدرود